احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در همایش بین المللی کوپنهاگ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. آریا پرز در برگه رسمی فیسبوکش نگاشته است: احمد مسعود در همایش بین المللی کوپنهاگ، طالبان از طریق کشتار هدفمند، پاکسازی قومی و کشتار قومی می خواهند سنوی قومی کشور ما را از بین برده ایدئولوژی افراطی خود را بر مردم تحمیل کنند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در تاریخ 15 ماه مه 2023 از طریق ویدیو کنفرانس در همایش بین المللی کوپنهاگ برای دموکراسی سخنرانی نمود. رهبر جبهه مقاومت در سخنرانی خیش اظهار داشت که طالبان در افغانستان اپارتاید جنسیتی و قومی را حاکم کرده اند. احمد مسعود در آغاز سخنرانی خیش گفت: کشور ما ساختار اجتماعی منحصر به فرد دارد که در آن هیچ گروه قومی اکثریت را تشکیل نمی دهد. طالبان اما از طریق کشتار هدفمند، پاکسازی قومی و کشتار قومی می خواهند تنوی قومی کشور ما را از بین برده و ایدئولوژی افراطی خود را بر مردم کشور ما تحمیل کنند. او همچنان در سخنان خیش از وضعیت اسفناک بانوان افغانستان یاد کرد و برای شرکت کنندگان همایش خاطر نشان ساخت که جبهه مقاومت ملی تنها جریان سیاسی است که برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان مبارزه می کند. رهبر جبهه مقاومت در پیوند و رابطه طالبان با داعش و دیگر گروه های تروریستی گفت که افغانستان همین اکنون لانه امن برای 21 گروه تروریستی بین المللی گردیده است. او اظهار داشت که هیچ تفاوت میان طالبان و داعش وجود ندارد. هر دو گروه از روش ها و تاکتیک های همسان برای دستیابی به هدفشان استفاده می کنند. هر دو گروه یکسان مستبد و ظالم هستند و روش حکومت داری هر دو گروه شبیه به هم است. احمد مسعود در این سخنرانی خود در حضور جمعی از مسئولان بلندپایه پیشین ناتو به صراحت گفت که طالبان گروه های تروریستی به شمول داعش را در افغانستان با سلاح و تجهیزات نظامی بازمانده از نیروهای ناتو تقویت و تجهیز می کنند. او در این سخنرانی خود یک بار دیگر بر ایجاد نظام سیاسی غیر متمرکز در افغانستان تاکید کرد. همایش بین المللی کوپنهاگ به تاریخ های 15 و 16 ماه مه 2023 در شهر کوپنهاگ، پایتخت کشور شاهی دنمارک، از جانب بنیاد اتحاد دموکراسی ها برگزار گردیده بود. در این همایش علاوه بر رهبر جبهه مقاومت ملی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، نخست وزیر سابق انگلستان، فعال حقوق زن ایرانی و تعداد دیگری از رهبران سیاسی و فعالین حقوق بشر سخنرانی کردند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.